نوار شماره 537 ای قسمت پنجم کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 123. خواهشمندم به من فرصت دهید تا نیک در این باره بیاندیشم و راهی پیدا نمایم که برای همیشه با هم زندگی کنیم. و فردا آنا کارنینا کلام او را قطع کرده و گفت: پسرم چه خواهد شد؟ نامه را مگر نخواندی؟ او مرا مجبور به ترک پسرم می کند، ولی من هرگز یارای دوری از فرزندم را نخواهم داشت. مرد گفت: ولی تو را به خدا بیندیش که ترک فرزند یا رهایی از این ننگ و رسوایی کدام یک بهتر است؟ آنا گفت: ننگ و رسوایی برای کی؟ مرد گفت: برای همه و به خصوص برای شخص تو. آنا گفت: آیا وضع مرا ننگین و مغرون بر رسوایی می دانی؟ مرد گفت: نه، آن را این گونه توصیف مکن. این گونه توصیف ها از وقتی که تو را دوست می دارم برایم هیچ قیمتی ندارد. من در دنیا جز به عشق تو به چیز دیگری اهمیت نمی دهم. من به موقعیت خود فخر و مباهات می کنم، زیرا دیگر نتوانست بگوید که برای چه به موقعیت خود می بالد. در این موقع احساس یأس و ناامیدی و افتضاح و رسوایی وی را متأثر ساخته و بنای گریستن را گذاشت. فرونسکی هم برای اولین مرتبه در زندگی خود متأثر شد، ولی نتوانست آن را دریابد. چه بر او معلوم نشد که رغبت او برای آنا کارنیناست که در پرتگاهی که سرنگون شده و نمیتواند وی را برهاند، یا برای احساس اشتباه و گناه خود میباشد که باعث یا عامل بیچارگی و بدبختی آنا کارنینا شده است. فرونسکی با صدای آهسته گفت: آیا طلاق غیر ممکن است؟ آنا کارنینا سری جنباند ولی چیزی نگفت. مرد گفت: آیا نمی شود پسرت را با خود بیاوری و شوهر را ترک گویی؟ آنا گفت: آری، این ممکن است، ولی تمام چیزها بسته به رفتار او می باشد. روز سه‌شنبه به پترزبورگ می روم و در آن روز همه چیز معلوم می شود. گفتار پنجم. صبح روز سه‌شنبه آنا کارنینا به پترزبورگ مراجعت کرد. او امید داشت که شوهر خود را در انتظار خیش بیابد، ولی همین که کالسکه‌اش دم در خانه توقف کرد او را ندید و به وی گفتند که شوهرش در اتاق خود با منشی خیش مشغول کار است. آنا کارنینا یکی از خدمه را فرستاد تا شوهرش را از آمدن او مطلع سازد. آنگاه به اتاق خواب خود رفته مشغول مرتب کردن بعضی کارهای خود گردید و منتظر آمدن شوهرش گردید. یک ساعت گذشت. کارنین به سراغ زوجه خیش نرفت. آنا به اتاق غذاخوری رفت و با صدای بلندی که شوهرش بشنود دستورهایی به خدمتکاران داد. و چون دید منشی کارنین خارج شد و رفت و ممکن است کارنین هم بنا به عادت به دنبال او برود، از این رو فوری به اتاق کار شوهرش رفته با گامهای ثابتی داخل اتاق شد. کارنین لباس رسمی خود را پوشیده و پشت میز تحریر نشسته بود، با چشمان خسته مبهوتانه جلوی خود را می‌نگریست. آنا کارنینا پی برد که شوهرش درباره او فکر می‌کند. کارنین یک مرتبه متوجه شد که آنا در برابر او ایستاده است. خواست از جای برخیزد ولی لحظه‌ای مکث کرد. چهره‌اش سرخ شده، از جای برخاست و دست او را در دست گرفت. در حالی که به سر و پیشانی او نگاه می کرد، سعی داشت که چشمانش با چشمان او متلاقی نگردد و گفت: من خیلی خوشبختم که تو مراجعت کردی. آنگاه او را بر روی یکی از نیمکت ها نشاند و خودش نیز در کنارش نشست. چندین مرتبه دهان باز کرد که چیزی بگوید، ولی هر بار یارای تکلم پیدا نمی کرد و ساکت می ماند. آنا کارنینا آماده این ملاقات و مستعد شنیدن و دیدن تحقیر شوهرش گردیده بود، ولی همین که حالت شوهر خود را آنگونه مشاهده کرد، در خود احساس شفقت کرده و بر حال او رقت نمود. حال سیرج چطور است؟ سپس بدون آن که منتظر جواب آنا بشود، در تعقیب سخنان خود گفت: من اکنون می روم و امروز هم نمی توانم ناهار را در اینجا صرف کنم. من خیال داشتم به موسکو بروم.
تو کار خوبی کردی که به اینجا آمدی. بار دیگر سکوت برقرار گردید. آنا متوجه گردید که شوهرش جرأت حرف زدن را ندارد. از این رو تصمیم گرفت که او سر صحبت را باز نماید. در حالی که با نگاه‌های ثابتی شوهر را می‌نگریست گفت: کارنین، گوش بده. من زن پلید و زوجه خیانتکاری هستم. اکنون آمدم تا به تو بگویم که نمی‌توانم حقیقت را مکتوم بدارم. کارنین در حالی که از چشمانش آثار کینه و نفرت آشکار بود، با صدای خشنی گفت: من این را می‌دانم. ولی آنچه را در نامه خود به تو نوشتم، تکرار می‌کنم. و آن این است که تا قضیه از مردم پوشیده مانده و نامم ننگین نشده است، آن را ندیده میگیرم. ولی اگر مفتضح و رسوا شوم، مجبور میگردم برای حفظ شرافت و آبروی خود تصمیمات مبتذی اتخاذ نمایم. آنا کارنینا که با خجلت و هراسان به او نگاه میکرد گفت: ولی رابطه و علاقه ما آنگونه که در سابق بوده است نخواهد بود. صدای خشن و آمرانه کارنین حس رقت و شفقت را در آنا کارنینا محو کرده تصمیم گرفت به هر قیمتی شده است تکلیف خود را معین کند. از این رو به سخنان خیش ادامه داد و گفت: من نمیتوانم زوجه تو باشم مادامی که... کارنین با خنده تمسخرآمیزی کلام او را قطع کرد و گفت: من یقین دارم این گونه زندگانی که برای خود انتخاب کرده ای قوه فهم و درایت تو را از میان برده است. آنا آهی کشیده و سرش بر روی سینه‌اش فرو افتاد. کارنین باز در تعقیب سخنان خود گفت: من سر در نمی‌آورم که چگونه عقل علیل تو توانسته است بین گناه و خیانت و امکان ادای وظیفه زوجیت هماهنگی ایجاد کند. آنا گفت: کارنین، با صراحت بگو از من چه می‌خواهی؟ کارنین گفت: نفتو می‌خواهم که دیگر با این مرد ملاقات نکنی. و رفتارت طوری باشد که شک و شبهه تولید نکند و انظار را متوجه تو نسازد و گمان نمی کنم که این چیز زیادی باشد که از تو خواستم. در عوض از جمیع حقوق و مزایای زوجیت برخوردار خواهی بود. آنگاه از جای برخاست. همین که خواست به سوی در برود، آنا هم از جای برخاست. کارنین لحظه ای مکس کرد. آنا مجال پیدا کرد که از جلوی او بگذرد. قسمت چهارم، فصل اول. کارنین با آنا به زندگانی خود ادامه داده و در یک خانه به سر می بردند، ولی آن دو همچنان مانند دو نفر بیگانه با هم زندگی می کردند. کارنین برای اینکه کلفت‌ها و نوکرها بدگمان نشوند هر روز زوجه خود را می دید، ولی ابدا در خانه غذا صرف نمی نمود. آنا در خانه شوهر معشوق خود را نمی پذیرفت، ولی برای ملاقات او به خارج می رفت و کارنین هم خبر داشت. این وضع برای هیچ کدام خوشایند نبود، ولی تحمل می کردند زیرا یقین داشتند که دوام نخواهد کرد. کارنین امید داشت که آنا کارنینا بالاخره هوشیار شده و بر سر عقل خواهد آمد. آنا کارنینا هم یقین داشت، ولی نمی دانست چه وقت و به چه شکلی خاتمه خواهد یافت. فرونسکی چون می دید که آنا صبر کرده است، لذا او هم شکیبایی را اختیار کرده بود. فرونسکی در بخبوهی زمستان یک هفته بسیار بدی را گذرانید، زیرا از طرف ارتش مأمور شده بود که از یک شاهزاده بیگانه که به پترزبورگ آمده بود پذیرایی نموده و همه جا همراه او باشد. ولی شبی به علت اینکه شاهزاده کمی کسالت پیدا کرده بود و نمی توانست به تماشاخانه ها یا کافه ها برود، فرونسکی زود به خانه مراجعه کرد و در آنجا دید که نامه ای از آنا کارنینا برای او آمده است. نامه را گشوده و سطور زیر را خواند: من ناخوشم و نمیتوانم بیرون بروم. بدون تو هم که تحمل زندگی برایم دشوار است. همین امشب بیا. کارنین به دفتر نخست وزیری رفته و تا ساعت 10 هم مراجعه نخواهد کرد. فرونسکی از این دعوت آنا کارنینا با وجود منع شوهرش متعجب شد، ولی با وجود این تصمیم به رفتن گرفت. غذایش را صرف کرده و بر روی نیمکتی دراز کشیده به فکر فرو رفت و در همین حال خوابش گرفته وقتی بیدار شد که ساعت نزدیک 9 بود. فوری لباس و سراندام خود را مرتب کرده با کالسکه به سوی خانه کارنین رفت. فرونسکی این روزها از شدت علاقه و دلبستگی
یه آنا کارنینا خسته شده و احساس میکرد که برخلاف حرارت و یا هیجان روز افزون آنا از درجه عشق او نسبت به آنا کارنینا کاسته میشود. فرونسکی سابقا آرزو میکرد که آنا کارنینا حقیقتا او را دوست بدارد تا به سعادت حقیقی نائل گردد. اما اکنون که آنا کارنینا از ته قلب فرونسکی را دوست می‌داشت و به عشق سوزان او گرفتار شده بود، حس می‌کرد که به آن سعادتی که می‌خواسته نرسیده و آن روزی که در ترن آنا کارنینا را دید و با وی به پترزبورگ می‌رفته خیلی خوشبخت‌تر از این روزی که آنا کارنینا معشوقش می‌باشد بوده است. آن روز فرونسکی خود را بدبخت می‌دانست و می دید که سعادت او بسته مساعدت آینده می باشد، ولی اکنون می بیند که بهترین اوقات خوشی و سعادت او عبارت از همان روزهای گذشته بود. فرونسکی تصور می کرد که آنا کارنینا با وی مانند سابق نیست. خودش هم از هر حیث تغییر کرده، چنان که آنا کارنینا که همین چند لحظه پیش درباره آن شب نشینی و زن رقاصه صحبت می کرد، خنده زننده و مخوفی پیدا کرد. اکنون دیگر فرونسکی به آنا کارنینا آن نگاهی را که مردی بر گلی که چیده و در دستش پژمرده نموده است می‌افکند. آری، فرونسکی دیگر آن زیبایی و دلفریبی سابق را در آنا کارنینا نمی‌دید. فرونسکی در بحبوحه عشق خود تصور نمی‌کرد که هر وقت بخواهد بتواند عشق آنا را از قلب خود بیرون کند. ولی اکنون که عشقش به آن گرمی سابق نبوده و بلکه سرد شده و تحولی در مناسبات او با آنا کارنینا روی داده بود، احساس وجود گرهی را می‌نمود که گشایش آن برایش دشوار می‌آمد. آنا کارنینا به فرونسکی گفت: من حسد و رشکی نمی‌برم، ولی راستی بگو ببینم، چرا از شاهزاده خوشت نمی‌آید؟ فرونسکی گفت: او قابل معاشرت نیست، بلکه به عبارت بهتر حیوان قشنگ و در این حال عجیبی است که هرگاه در نمایشگاه جانوران به معرض نمایش درآید، بی‌دریغ جایزه اول را در نمایشگاه حیوانات به چنگ خواهد آورد. آنا گفت: پس چگونه به من گفتند که او دارای معلومات عالیه و مرد فهمیده‌ای می‌باشد؟ فرونسکی گفت: آری، اطلاعات و معلوماتی که کسی از آن چیزی سردر نمی‌آورد. این آدم از آن رو پی معلومات نرفته تا اینکه معلومات را مورد تمسخر و استهزا قرار دهد. همانطوری که همه چیز دیگر را جز شهوترانی‌ها و عیش و نوش‌های خود مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دهد. فرونسکی در حالی که یک پا جلو و یک پا عقب می‌گذاشت داخل گردید و ابداً متوجه تعجب دربان نشده و بعد همین که داخل شد خود را روبروی کارنین یافت. روشنایی چراغ بر چهره خسته کارنین افتاد. فرونسکی وی را مبهوت و نگران مشاهده کرد. فرونسکی از روی احترام سر خم نمود. لبان کارنین حرکت کرد ولی کلمه ای خارج نگردید. کارنین با انگشت لبه کلاه سیاه خود را لمس کرد. هر یک راه خود را گرفته و رفتند، ولی شوهر به خارج و معشوق به داخل. فرونسکی خشمناک و مغرور از راه رو گذشت. او با خود چنین می گفت: این موقعیت خوبی بود. اگر او مقاومت و یا دفاع از شرافت خود می کرد، من می توانستم کاری بکنم. ولی این ضعف و پستی مرا چون قاصبی جلوه‌گر می سازد، در حالی که من متجاوز نیستم و هرگز نمی خواهم قاصب باشم. فرونسکی صدای پای آنا را که در اتاق قدم می زد شنید. وقتی چشمان آنا کارنینا به فرونسکی افتاد، دیدگانش پر از اشک شد و فریاد برآورد: نه نه، این قابل تحمل نیست. فرونسکی گفت: عزیزم، مقصودت چیست؟ آنا گفت: مقصودم چیست؟ تو نمیدانی من چقدر عذاب و انتظار کشیدم؟ من یکی دو ساعت منتظر شدم. من تو را سرزنش نمی کنم، یقین تو به عللی تأخیر نمودی. آنگاه دستهای خود را بر روی شانه هایش افکند، با نگاه های کنجکاوانه عمیقی او را نگریست. سپس کنار او نشست و گفت: آیا او را دیدی؟ این تقصیر توست، زیرا دیر آمدی. فرونسکی گفت: آره، او را دیدم، ولی چطور اینجا بود؟ مگر تو در نامت ننوشتی که در دفتر نخست وزیری خواهد بود؟ آنا گفت: او رفت ولی زود برگشت، باز برای کاری به خارج شتافت. صحبت او را کنار بگذار و از خودمان صحبت کنیم. بگو ببینم امروز چه کردی؟ امروز هم با شاهزاده بودی؟ فرونسکی گفت: آری،
او کمی کسالت پیدا کرد و خدا را شکر که فردا از این شهر خواهد رفت. تو نمیدانی این چند روز از مصاحبت او تا چند روز خسته شدم. آنا گفت: چرا خسته شدی؟ مگر روز و شب را با او در گردش و عیش و نوش نبودی؟ آیا سایر مردان از زندگانی بیش از این چیز دیگری را میخواهند؟ فرونسکی در حالی که از تغییر قیافه و گرفتگی چهره آنا نگران شده بود پاسخ داد: من مدتی است که زندگی لهو و لعب را ترک گفتم و یقین بدان که این یک هفته ای را که در مصاحبت شاهزاده گذرانیدم از بدترین روزهای زندگانی من بود. آنا کارنینا با نگاه تند و شک و تردید او را نگریست و گفت: امروز لویزا به دیدن من آمد و از شب نشینی افتضاح آمیز شاهزاده برایم تعریف کرد. فرونسکی گفت: من از روی ناچاری در آن شب نشینی شرکت کردم. آنا گفت: آن زنی که در شب نشینی به حال اوریان رفت کی بود؟ آیا او دوست شما تیریزا نبود؟ فرونسکی گفت: من به شما گفتم. آنا کارنینا با خشم کلام او را قطع کرد و گفت: ای مردان، شما چقدر خطرناک و مخوف هستید. شما چرا اینقدر کوشش دارید که بر روی زشت کاری های خود پرده بکشید؟ تو گمان میکنی من از زندگانی تو چیزی میدانم؟ هیچ چیز جز آنچه که خود تو برای من تعریف میکنی. و کسی چه میداند که تو تمام حقایق را برای من تعریف میکنی یا خلاف آن را؟ فرانسکی گفت: آنا، تو به خوبی درد و الم و غم و اندوه مرا میدانی. آیا گفته های مرا باور نداری؟ آیا من چندین بار به تو نگفتم که من هیچ چیز را از تو پنهان نمی دارم و عواطف و احساسات خود را آنگونه که هست برای تو تشریح می نمایم؟ آنا کارنینا در حالی که سعی و پوشش داشت خود را از چنگال بدگمانی و رشک و حسادت برهاند گفت: آری تو نمی دانی من از تنهایی خود و دوری از تو چه می کشم و چه احساساتی دارم؟ ولی آیا این عادت همه شما مردان نمی باشد؟ آیا خود شما این غرایز حیوانی را بر همه چیز برتری نمی دهید؟ در این موقع باز چهره آنا کارنینا بر اثر ادای این کلمات به شکل زننده و مخوفی تغییر کرد. پس از لحظه ای در تعقیب سخنان خود گفت: آیا تو برای ارضای شهوت حیوانی خود به آن شب نشینی نرفتی تا رقص تریزای رقاصه را ببینی؟ فرونسکی دست آنا کارنینا را بوسید و با لطف و ملایمت تمام گفت: من خیال کردم که تو رشک و حسد را از خود دور کرده ای. آنا گفت: آه، راست گفتی، من رشک و حسدی ندارم. ولی آیا تو نمی دانی که من در دوری و انتظار تو چه کشیدم؟ چقدر ناگوار و دشوار است هنگامی که از من دور هستی؟ آنا کارنینا چهره زیبای خود را برگردانید و همین که قطرات اشکی که در چشمانش حلقه زده بود فرو ریخت، رو برگردانده پرسید: خب، بگو ببینم، بین تو و شوهرم چگونه گذشت و آیا او را ملاقات کردی؟ فرانسکی گفت: من دم درد او برخوردم و نزدیک بود تصادمی روی دهد. آنا گفت: بدون شک، او دست خود را به سوی کلاهش برده و به تو سلام کرد. در وقتی که آنا کارنینا این کلمات را می گفت، دست خود را مانند کارنین بلند کرد و طوری تقلید نمود که فرونسکی نتوانست از تبسم خودداری کند و آنا هم از آن خنده های مخصوص خود نمود که تنین دلکشی داشت. فرونسکی گفت: راستی من از حقیقت این مرد سر در نمی آورم. او با آن که تو را از دعوت من به خانهش برحضر کرد، عجیب است که مرا دید و دم نیاورده و اگر با من دعوا و مرافعه می کرد شاید می توانستم که او را بشناسم. ولی اکنون متحیرم که او چگونه آدمی است. راستی آدم مرموز و عجیبی است، ولی من شک ندارم که او درد می کشد. آنا گفت: برعکس، او کاملا خوشحال و راضی است. من او را می شناسم و به خوبی می دانم که وی از روی تظاهر و ریاکاری به من اظهار عشق و محبت می نماید. او می فهمد ولی کاملا خونسرد و بی‌عاطفه است. وگرنه چگونه ممکن است مردی که از همه چیز با خبر است تا این درجه حاضر شود که با زن خیانتکار خود در یک خانه زندگی کند؟ او از مردانگی و انسانیت به دور است و به منزله آلت و عروسکی می باشد. اگر من به جای او بودم و زوجه ای مانند خود می داشتم، قطعش می کردم و یک روز هم حاضر نمی شدم با او زندگی کنم. او نمی فهمد که حقیقتاً تو شوهر من هستی، نه او.
او یک مرد بیگانه و یا به منزله یک وجود زائدی در این خانه می باشد. ولی خوب است از این مقوله کمتر. آنا ناگهان از ادامه کلام خود خودداری کرد. چهرش تغییر نمود و خشم و غضب او فرو نشست و در چشمانش آثار مهر و محبت ظاهر گردید. فرونسکی سبب این تغییر و انقلاب را نفهمید. ولی آنا کانینا به وجود بچه‌ای که در شکمش حرکت می کرد پی برده بود. گفتار دوم. کارنین که دم در به فرونسکی برخورده بود از خانه خارج شده یک سر به اپرا رفت و با وزرا در استقبال قیصر شرکت نمود. پس از شب نشینی به خانه مراجعت کرد و همین که داخل خانه شد اولین کاری که کرد این بود که نگاهی بر جالباسی افکند. ولی پالتوی افسری فرونسکی را بر روی آن آویزان ندید. از پلکان بالا رفته داخل اتاق خود شده و برخلاف عادت لباس خود را از تن بیرون در نیاورد. بنای قدم زدن را گذاشت تا اینکه ساعت 3 بعد از نیمه شب شد. او از همسر خود خیلی خشمناک بود، زیرا او عهد شکنی نموده و معشوقش را در خانه پذیرفته بود و از این رو مستحق مجازات می باشد و باید وی را طلاق داده و پسر خیش را از او بگیرد. آن شب کارنین نخوابیده و از شدت خشم در جای خود می غلطید. همین که صبح شد و دانست آنا بیدار شده است، فوری لباس پوشید و با یک دنیا خشم و غضب به سوی او شتافت. آنا که تصور می کرد شوهرش را خوب شناخته است، همین که چشمش به او افتاد، در جای خود خشکش زد. کارنین از شدت خشم ابرو در هم کشیده بود و لبان خود را به هم فشار می داد. از نگاه‌هایش علامات تحقیر و از صدا و حرکاتش نیز از مراسخ و خشونت بی‌سابقه‌ای دیده می شد. کارنین به خوابگاه آنا کارنینا داخل شده بود. بدون آنکه به وی بگوید صبح بخیر، او یک سر به سوی میز تحریر آنا کارنینا رفته، دسته یک کلید را برداشت و قفل را باز کرده، کشو را بیرون کشید. آنا فریاد برآورد: چه می خواهی؟ مرد گفت: نامه های معشوقت را. آنها اینجا نیست. آنا کارنینا پس از ادای این کلمات به سوی میز دویده و کشو را بست. این حرکت به کارنین فهماند که حتما نامه ها در کشو می باشد. از این رو با خشونت آنا کارنینا را پس زده دو مرتبه کشو را جلو کشید و از داخل آن جعبه کوچکی را که می دانست آنا کاغذهای مهم خود را در آنجا می گذارد بیرون آورد. آنا خواست جعبه را از دست شوهر خود برو باید، ولی کارنین برای بار دوم او را پس زده با صدای خشنی گفت: بنشی، من باید با تو صحبت کنم. آنگاه جعبه نامه ها را در زیر بغل گرفت. آنا کارنینا مات و مبهوت ماند. کارنین گفت: مگر من به تو نگفته بودم که اجازه نداری در این خانه با معشوق خود ملاقات کنی؟ آنا کارنینا با لکنت زبان پاسخ داد: من فقط برای این با وی ملاقات کردم که... ولی نتوانست در همان دم عذری بیاورد. کارنین گفت: من مایل نیستم علل و موجباتی که زن شوهرداری را وادار می کند که با معشوق خود ملاقات کند بشنوم. آنا کارنینا دو مرتبه با صدای بریده گفت: فقط برای این با او ملاقات کردم که... دیگر آنا کارنینا نتوانست خشونت شوهر خود را تحمل کند و با خشم تمام فریاد برآورد: آیا این بی عاطفگی تو تا این پایه رسیده است که حس نمی کنی که به من اهانت می کنی؟ مرد گفت: فقط ممکن است مرد یا زن شرافتمندی اهانت شود. اما اگر به دزدی گفته شود دزد، ابدا به او اهانتی نشده و بلکه عین حقیقت گفته شده است. آنا گفت: من هرگز این گونه خشونت و سنگدلی را قبلا از تو ندیده بودم. مرد گفت: آیا این خشونت و سنگدلی است که مردی به زن خود کمال آزادی را بدهد و خانه خود را پناهگاه شرافتمندانه ای سازد و آن زن نابکار چنین مکان مقدسی را هم به خیانت خیش آلوده سازد؟ آنا کارنینا فریاد برآورد: این عمل تو نه تنها بدتر از خشونت و سنگدلی است، بلکه پستی و بی‌غیرتی است. آنا کارنینا پس از ادای این کلمه خواست برود، ولی کارنین با صدای آمرانه ای گفت: نرو. آنگاه بازوی او را محکم گرفت به طوری که جای فشار انگشتانش در بدن آنا باقی ماند. چه گفتی؟ پستی و بی‌غیرتی؟ بی‌غیرتی و پستی آن است که زنی شوهر و پسر خود را به خاطر معشوقی ترک گوید
ولیکن باز از نان همان شوهر بخورد. آن کارنینا لحظاتی چند با سرفکندگی و ارتعاش نتوانست آنچه را که روز گذشته درباره توفیلی بودن وجود کارنین در خانه گفته بود تکرار کند و در همان حالی که سکوت اختیار کرده بود و تأمل می نمود به کارنین حق داده و گفته شوهرش را تصدیق کرد. سپس با صدای ضعیفی گفت: تو نمی توانی مرا، حال مرا بدتر از آنچه که خود می دانم تصویر و توصیف نمایی. می خواهم بدانم که چرا این چیزها را به من می گویی؟ مرد گفت: چرا این چیزها را به تو می گویم؟ برای اینکه بدانی پیمان شکنی نموده و شرافت خانه مرا حفظ نکردی. من احتیاطات و تدابیر لازم را برای جلوگیری زیاده روی های تو و معشوقت با سرعتی که تصور آن را نخواهید کرد اتخاذ خواهم نمود. آنا کارنینا زیر لب گفت: آری، باید این کار را بکنی. مرد گفت: آری، باید جلوی شهوترانی های حیوانی شما گرفته شود. و آنا گفت: کارنین، دور از مردانگی است که به زن درمانده ای این همه اهانت کنی. مرد گفت: تو زن خودخواهی هستی که تنها در بند خود نیستی و ابداً به آلام و ناراحتی های مردی که شوهر تو می باشد اهمیت نمی دهی. آری، تو به منزله زن پلیدی هستی که نزدیک از زندگانی مرا از هم پاشیده و دنیا را در نظرم تیره و تار سازی. آنا کارنینا برای نخستین بار در زندگی خود احساس شفقت و ترحم نسبت به شوهر خود کرده و اظهار پشیمانی نمود. سپس سر به زیر افکنده آهسته زیر لب گفت: افسوس که دیگر نمیتوانم سرنوشت خود را تغییر بدهم. ولی کارنین کلمات آهسته او را نشنیده در تعقیب کلام خود گفت: من آمدم تا به تو بگویم که فردا به سوی مسکو حرکت خواهم کرد و ابداً به این خانه مراجعت نخواهم نمود. به وکیل خود اختیار می دهم که طلاق تو را از محکمه بخواهد و پسرم را نیز به خانه خواهر خیش خواهم فرستاد. آنا کارنینا در حالی که خیره و اندوهناک به چهره او می نگریست گفت: آیا تو می خواهی با دور کردن پسرم از من انتقام بگیری؟ تو که او را دوست نمی داری، همان بهتر که او را نزد من بگذاری. مرد گفت: راست است که من بر اثر رنجش و تنفر از تو به او مهر و محبت بسزایی نمی نمایم، ولی در این حال وی را بیش از این نزد تو نخواهم گذاشت. برای همیشه خدا نگهدار. آنگاه به سوی در رفت تا از آن خارج شود، ولی آنا کارنینا به دنبال او دویده فریاد برآورد: کارنین، پسرم را برای من گذار. من درخواست بخشش و گذشت نمی کنم، ولی از تو می خواهم که اندکی رحم داشته باشی. نه تو و نه قانون نمیتواند فرزندم را از من بگیرد. مرد گفت: سیرج بدون مادر باشد بهتر از آن است که تو مادر او باشی. آنا گفت: کارنی، این کار را مکن، زیرا آن جز انتقام چیز دیگری نیست. شاید من گناهکار باشم، ولی هرچه باشد مادرم. اگر چه تو حق داشته باشی از من خود انتقام بگیری، ولی حق نداری قلب مادری را بشکنی. کارنین گفت: کلمات تو پوچ و بی نتیجه است. سزاوار بود پیش از آن که نام من و فرزندت را با خیانت خود بیالایی، عاقبت کار را می سنجیدی.